شما به اسپیس فارسی گوش می کنید با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت زمانی که مادران و پدران جدید برای مراقبت از نوزاد خود مرخصی می گیرند دولت فدرال مزایای بازنشستگی آنها را پرداخت می کند اما معرفی قوانین جدیدی که در روز پنجشنبه انجام شده است به معنای آن است که در صورت تصویب این قوانین پرداخت مزایای بازنشستگی علاوه بر مرخصی استحقاقی والدین توسط دولت انجام خواهد شد تخمین زده می شود که این طرح 250 میلیون دلار در سال برای مالیات دهندگان هزینه خواهد داشت انتنی البنیزی نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت این یک سیاست مدرن برای خانواده های مدرن است که انتخاب و امنیت را ارائه می دهد و آرزوی افراد را برآورده می کند. در ادامه این گزارش به نحوه عمل کرده این طرح پرداخته ایم. پرسشان که چه کسی از این قوانین سود خواهد برد؟ در صورت تصویب این طرح در جولای سال 2025 اجرایی می شود و انتظار می رود 180 هزار خانواده که پس از تولد فرزندشان از مرخصی والدین با بودجه دولتی استفاده می کنند از آن بهره مند شوند این مرخصی با حداقل دستمزد ملی یعنی 915 دلار و 90 سنت در هفته پرداخت می شود مزایای بازنشستگی نیز با نرخ تضمیم شده استاندارد 12 درصد پرداخت می شود. در حال حاضر این نرخ نیم درصد است اما همزمان با اجرای شدن این طرح افزایش خواهد یافت. انتظار می رود والدین جدید در طول مدت مرخصی خود 3000 دلار فوق دریافت کنند که از سال 2026 به 6 ماه افزایش می پرداخت های دولتی برای خانواده هایی که کمتر از 364,350 دلار در سال درآمد دارند یا افرادی که کمتر از 169,000 دلار در سال درآمد دارند در دسترس خواهد بود. اگر خانواده‌ای بیش از 364350 دلار درآمد داشته باشد اما یک نفر در آن کمتر از 175788 دلار درآمد داشته باشد آن خانواده نیز واجد شرایط خواهند بود اگر یک فرد مجرد بیش از 175788 دلار درآمد داشته باشد او هنوز همچنان واجد شرایط خواهد بود در صورتی که کمتر از محدوده درآمد 350000 دلاری به عنوان یک خانواده باشد. کارزارهای متعددی که در همین راستا به راه افتاده است مدت هاست که استدلال می کنند که مادران جدید به دلیل از دست دادن درآمد و مزایای بازنشستگی در هنگام استفاده از مرخصی والدین متحمل به گفته یا آنها جریمه مادر شدن می شوند. این امر در طول زمان یک اثر ترکیبی در پی خواهد داشت که به دلیل آن زنان در مقایسه با مردان در دوران بازنشستگی خود پسندوز کمتری خواهند داشت. یک گروه مدافع حقوق والدین به نام The Parenthood میگوید که این تغییرات میتواند منجر به سی هزار دلار پسنداز بازنشستگی اضافی برای هر خانواده به ازای هر فرزند شود. جورجی دنت مدیرعامل این گروه گفت. واقعیت این است که امروزی در استرالیا موانع مالی زیادی برای داشتن یک خانواده وجود دارد از هزینه های آموزش و مراقبت در اوایل دوران کودکی گرفته تا درامت های از دست رفته در زمان خارج شدن از نیروی کار او گفت گنجاندن پرداخت های مربوط به مزایای بازنشستگی این نکته را تقویت می کند که مرخصی با حقوق والدین یک پرداخت رفاهی نیست بلکه یک حق مربوط به محل کار است درست مانند مرخصی سالانه یا مرخصی استعلاجی. نکته مهم دیگران که مرخصی والدین تمدید خواهد شد. بر اساس طرح کنونی والدین جدید در استرالیا فقط از 18 هفته مرخصی استحقاقی در مقایسه با 39 هفته در بریتانیا و 58 هفته در ژاپن برخوردار هستند. دولت قصد دارد مرخصی استحقاقی والدین را 6 هفته دیگر افزایش دهد. از اول جولای امسال خانواده ها به دو هفته مرخصی اضافی یعنی در موقع در مجموع 22 هفته دسترسی خواهند داشت که از جولای 2025 به 24 هفته و از جولای 2026 به 26 هفته افزایش خواهند یافت. پس از اجرا این برنامه در مجموع چهار هفته برای هر یک از والدین بر مبنای این ایده که اگر از آن استفاده نکنند آن را از دست خواهند داد با هدف تشویق به اشتراک گذاری بیشتر مسئولیت های مراقبتی رزرو خواهد شد. منتقدان استدلال کردند که این طرحها به اندازه کافی پیش نمی رود و میگویند استرالیا همچنان از سایر کشورهای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی یا به اختصار OECD عقب خواهد ماند. آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.